همزمان با سالگرد 11 سپتامبر تلویزیون العربیه گزارش کرد آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا سندی رو فاش کرده که از منزل اسامه بن لادن رهبر القاعده به دست اومده که در اون همکاری میان رژیم ایران و القاعده رو نشون میده. تحالف الشیاطین وصف اطلقته مؤسسات امریکیه تابعه ائتلاف شیاطین توصیفی است که سازمان‌ها و نهادهای آمریکایی در رابطه با القاعده و رژیم ایران طی مدت زمان طولانی به خاطر همکاری طولانی مدت آنها به کار می‌بردند. با تحقیقات طولانی که مرکز آمریکای جدید در واشنگتن انجام داده، روابط و همکاری میان رژیم تهران و القاعده به خوبی اثبات شده است. این اسناد توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در زمان حمله به منزل شخصی بن لادن در پاکستان در سال 2011 به دست آمده است. یکی از اسناد فاش می‌کند که رژیم تهران به القاعده سلاح و پول داده تا بتواند عملیات‌های تروریستی در خارج انجام دهد. این اسناد به زبان عربی نوشته شده و نویسنده اسناد گفته است رژیم ایران با القاعده همکاری می‌کند که در خدمت سیاست‌هایش علیه آمریکا و ضربه به واشنگتن عمل کند. اسناد مذکور یادآوری می‌کند که رژیم ایران آماده است بدون آنکه به طور مستقیم خودش وارد شود به هر کس که می‌خواهد به آمریکا حمله کند کمک کند. برخی از رهبران القاعده پیشنهاد همکاری باشه به نظامیان حزب الله لبنان را دادند بعد از آنکه نماینده حزب الله به القاعده برای مقابله با آمریکایی‌ها پیشنهاد کمک داد. ورود القاعده به ایران هم محصول توافق میان آن دو بود. بنا به این اسناد عبور عناصر القاعده قانونی بوده و از طریق کنسولگری رژیم ایران در کراچی صورت گرفته است. کما اینکه برخی دیگر از عناصر القاعده بدون ویزا به ایران رفته و در زاهدان ساکن شدند. اسناد به دست آمده میگوید رژیم ایران معابر امن برای عناصر القاعده و خانواده‌های آنها فراهم کرده تا توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی شناسایی نشوند.